آرزویم این است که بیرق افغانستان را با افتخار در کنار بیرق‌های کشورهای دیگر در حال اهتزاز ببینم. آرزویم این است که افغانستان عزیز را از میان خون و خاکستر به سوی امنیت و سعادت به شکل موفقانه در حرکت ببینم. من آرزوی دیدن افغانستان را دارم که در آن تمام مردم در صلح و سربلندی زندگی کنند. خداوند افغانستان را در پناه خود داشته باشد. این آرزو آرزوی میلیون ها افغان است. این آرزو در حال حاضر به واقعیت بدل می شود، زیرا یک بار دیگر افغانستان جای خود را در میان جامعه جهانی به دست آورده است. اکنون افغانستان با دیگر کشورهای جهان در مسابقات ورزشی از قبیل بازی های المپیک 2008 بیجینگ به رقابت می پردازد و افغانستان توانست اولین مدال خود را در رقابت‌های المپیک به دست آورد. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در راه رسیدن به جام جهانی به مرحله دیویژن دوم راه یافته است. جوانان افغان توانستند به شمول به دست آوردن مدال نقره در بخش تکنولوژی معلوماتی در رشته‌های مختلف بدرخشند. افغانستان به پیش می تازد و آرزوی میلیون ها افغان در حال مبدل شدن به حقیقت است. فصل جدید در تاریخ افغانستان بعد از سقوط رژیم مستبد طالبان در 2001 آغاز شد. در همان سال کنفرانس بن در آلمان برگزار شد که توجهش را بر ساختن افغانستان جدید بعد از سالها جنگ و تباهی متمرکز نمود. بر اساس توافقات بن، میلیاردها دلار برای بازسازی در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، دفاع و زیربناهای تکنیکی به افغانستان سرازیر شد. خبرهای خوش گوش‌های افغان‌ها را نوازش کرد. میلیون‌ها افغانی که در کشورهای ایران و پاکستان زندگی می‌کردند، به شکل سیل‌آسا شروع به عودت به کشور نمودند. وقت آنان به کشورشان برگشتند، با دولت دموکراتیک روبرو شدند که از سه قوه مجزا ساخته شده است: اجراییه، مقننه و قضاییه. آنان با اردوی ملی جدید، مکاتب جدید، پوهنتون‌ها، سرک ها، شفاخانه ها و پلیس ملی روبرو شدند که از مردم حفاظت و به آنان خدمت می کند. آنان با پرنسیپ های دموکراتیک روبرو شدند که راه را برای زندگی جدید هموار می سازد. آنان برای اولین بار در زندگیشان به پای صندوق های رأی رفتند تا با رأی خود رئیس جمهور و اعضای شورای ملی را انتخاب نمایند و دختران و زنان که در حاکمیت طالبان حق نداشتند به مکتب و وظیفه بروند، اجازه یافتند به مکتب بروند، رأی بدهند و در مسابقات ورزشی شرکت نمایند. آنان به شورای ملی انتخاب شدند و بیرون از خانه در رشته‌های مختلف تجارتی و دفاتر دولتی به کار آغاز کردند. امروز ما افغانستان متفاوت داریم. افغان‌ها می‌دانند که آنان راه دراز را پیمودند تا بازسازی و پیشرفت کشور را یقینی سازند و هنوز راه دراز در پیش رو است. سرک‌ها در افغانستان. افغانستان کشور مهاد به خوشکمی باشد
که برای انتقال اموال به بازار برای صادرات و واردات کالا هیچ راهی به بنادر بحری ندارد. سرک ها یگانه راه اتصال افغانستان با کشورهای همسایه و متباقی جهان است. بیش از 1,000,000 افغان در امتداد سرک های پروان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان و ولایت های دیگر که به کمک مالی جامعه جهانی ساخته شده از این سرک ها مستفید می گردند و به شبکه اصلی ترانسپورتی و زیربنایی وصل می شوند. باشندگان این مناطق اکنون از توزیع بهتر محصولات زراعی و دسترسی به مساعدت های بشری از قبیل خدمات طبی و کمک ها لذت می برند. شهرهای بزرگ افغانستان از قبیل کابل، هرات، کندهار، مزار شریف و جلال آباد از سیستم عصری شاهراها برخوردارند که این شهرها را با مناطق دیگر کشور وصل می سازند. شاهراهای کابل کندهار، کندهار هرات و کابل جلال آباد از مثالهای ملموس هستند که نشان می دهد اگر افغانها و جامعه جهانی با هم یک جا کار کنند به چه پیشرفت دست می یابند. دولت افغانستان، ایالات متحده و کشورهای تمویل کننده دیگر با سازی سرکهای افغانستان را در اولویت انکشافی قرار دادند. تخمیناً 20% 5.9 میلیارد دلار مساعدت اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده USAID بر سرکهای افغانستان به مصرف رسیده است. وزارت فواید عامه افغانستان مسئولیت اعمار، بازسازی، انکشاف، اداره و نگهداری سرکها را به عهده دارد. این وزارت وظیفه دارد تا از اعمار، بازسازی و نگهداری سرک ها در افغانستان سرپرستی نماید. تا حال به شکل تخمینی 17,700 کیلومتر سرک یا ساخته شده یا ترمیم گردیده. این سرک ها سیستم جدید شاهراهای منطقوی، سرک های حلقوی، شاهراهای بین المللی و سرک های ولایتی را تشکیل می دهند. برق و انرژی در افغانستان. این یک حقیقت آشکار است که در سالهای طولانی جنگ و تباهی در افغانستان سیستم برق کشور به علت غفلت و تخریبکاری متحمل خسارات فراوان گردید. در حال حاضر سیستم شکسته ای که از گذشته به جا مانده نمی تواند برای نفوس رو به افزایش برق را تولید نماید. دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن به شدت کار می کنند تا برای شهرها و مناطق دور افتاده برق را تهیه نمایند. جامعه جهانی میلیاردها دلار را به خاطر ساختن سیستم های جدید برق تهیه نموده تا آن را جایگزین سیستم های فرسوده نمایند و همچنان الترناتیف های جدید برق را معرفی می نمایند که از منابع طبیعی استفاده می کند و می تواند تجدید شود. افغانستان در سال 2001 430 مگاوات برق تولید می کرد، اما امروز 754 مگاوات برق را تولید می کند. دولت افغانستان در حال حاضر پلان را روی دست گرفته است که بالاخره بتواند برق مورد نیاز نه تنها خانه ها بلکه نیازهای رشد اقتصادی کشور را نیز مرفوع سازد. کار توزیع، بازسازی و پروژه های زیربنایی برق در تمام شهرهای بزرگ در حال اجرا شدن است. دسترسی مناطق دور افتاده به برق به 7% افزایش یافته و ماستر پلان جدید انرژی از سوی دولت افغانستان به تصویب رسیده است. شاید پیشرفت در این عرصه بسیار کند به نظر برسد، اما برای این کار گام‌های بزرگ برداشته شده تا سیستم برق افغانستان را به عصر جدید وارد سازد. به گونه مثال کار اساسی ترمیم بندهای آبی برق که در خارج از کابل موقعیت دارند به پایان رسیده که میتواند برای شهر و مناطق اطراف آن برق خوب و ارزان را تهیه نماید. بندهای برق ماهیپر، سروبی و نغلو میتواند
برای باشندگان کابل برق مورد نیاز را فراهم کند. سطح جریان آب در دریاها که بندها را پر می سازد برای تولید برق ممکن اهمیت بسیار دارد. در صورتی که خشکسالی باشد، ظرفیت تولید برق در دستگاه ها کاهش می یابد. سیستم برق تا هنوز هم بر ایستگاه برق حرارتی شمال غرب کابل و چند دیزل جنراتوری که در نقاط مختلف شهر نصب شده تکیه دارد.